درود و وقت بخیر میگم. امروز یک شنبه 31 تیر ماه 1403 با کیوسک دیگر از تلویزیون آریان همراه شما هستیم. برنامه را با نگاهی به ستیتر چند روزنامه چاپ امروز صبح تهران آغاز میکنیم. روزنامه شرق: تورم ارثی شوم عنوان گفتگوی این روزنامه است با کارشناسان از میراث دولت 13. روزنامه جهان اقتصاد هم نوشته موج جدید گرانی در راه است. روزنامه عصر توسعه: غفلت مجلس از بازنشستگان حداقل بگیر برای متناسب سازی حقوق ها. روزنامه آسیا: موانع روزافزون کسب و کارهای مستقل را بررسی کرده است. روزنامه ابرار اقتصادی: دولتی ها از وام های بانکی سیرمانی ندارند. روزنامه مواجه اقتصادی: ناترازی انرژی و پیش رو داشتن هفته بسیار گرم، گرما امان ما را بود. روزنامه مواجه اقتصادی چاپ تهران با تیتر گرما امانمان را برید در مورد ناترازی انرژی و پیش رو داشتن دو هفته بسیار گرم در ایران نوشته است. سرانجام گرمترین روزهای سال از راه رسیدند. روند افزایش دما در ایران طی این هفته به اوج خود میرسد. گرمایی که به گفته کارشناسان بی‌سابقه بوده و مناطق مرکزی و جنوب ایران دمای بالای 50 درجه را تجربه خواهند کرد. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر با بیان این که گرم شدن هوا در ایران رکورد تازه‌ای ثبت کرده گفت این میزان دما در 50 سال اخیر بی سابقه است. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی ایران در روز شنبه 30 تیر ماه حدود 170 ایستگاه هواشناسی در سطح ایران دمای 40 درجه و بیش از آن را ثبت کردند. موج گرمای تابستان در ایران علاوه بر اینکه منجر به تعطیلی اجارات یا تعدیل ساعت کاری ادارات در برخی شهرها شده، مصرف برق در کشور را هم به شدت افزایش داده و با توجه به کاستی های تولید برق و معضلات زیرساختی این صنعت، قطع مکرر برق به یک امر روزمره تبدیل شده است. وضعیت به گونه‌ای است که هفته گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد داروسازی نیز مانند دیگر صنایع ایران از ناترازی برق آسیب دیده و روزهای گرم سال را با قطع برق سپری می‌کنند. ناترازی در تولید و مصرف برق یکی از مهمترین مشکلات صنعت برقی ایران است که باعث شده تا در روزهای گرم تابستان برای پایدار نگه داشتن شبکه برق مناطق مختلف برای چند ساعت خاموش شود، موضوعی که باعث اعتراض برخی از مردم شده. کسری برق ایران در تابستان امسال حدود 14000 مگاوات برآورد شده که به فرض وجود برق مازاد در کشورهای همسایه و نیز آماده بودن زیرساختهای واردات برق، ایران تنها برای سه ماه تابستان به خرید بیش از 8 میلیارد دلار برق نیاز دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی از کشته شدن دست کم 85 زن توسط مردان خانواده در ایران تنها در سه ماهی اول سه سال گذشته خبر داد. به گزارش روزنامه اعتماد، بررسی ها نشان می دهد که طی سه ماه نخست سالهای 1401، 1402 و 1403 دست کم 85 زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و غیره که جز مردان نزدیک به آنها بوده کشته شدند. طبق این بررسی در سه ماهی نخست سال 1401 دست کم 22 زن و دختر، در سه ماهی نخست سال 1402 دست کم 28 زن و دختر، در سه ماهی نخست سال 1403 دست کم 35 زن و دختر در شهرهای مختلف ایران
توسط مردان خانواده به قتل رسیدند. طبق این گزارش روزنامه اعتماد، طی سه ماه نخست 1403 بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایران شهر و تهران رخ داده که تهران با 5 مورد زنکشی در صدر این آمار بوده. همچنین طی همین بازه زمانی در سال 1402 بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای دیواندره، کودشت و تهران به وقوع پیوسته که تهران با 11 مورد زنکشی در صدر بوده و در سه ماهی نخست سال 1401 نیز بیشترین قتل‌ها در شهر تهران با 10 مورد زنکشی رخ داده که اکثر این قتل‌ها در بازی زمانی مشابه توسط شوهران قربانیان رخ داده است، تا جایی که در سال 1401 16 زن، در سال 1402 15 زن و در سال 1403 27 زن به دست همسران خود به قتل رسیدند. روزنامه بعدی جهان اقتصاد در مورد بحران اقتصادی در ایران تیتر زده که موج جدید گرانی در راه است. در آخرین ماه‌های کار دولت 13 دور جدیدی از حذف ارز ترجیحی به راه افتاده است. اعمال این سیاست که می‌تواند آن را انقباض مجدد و تزریق دوباره گرانی به بازار دانست، از سال گذشته کلید خورده است. اخیراً داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود نوشت در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی از سال گذشته تاکنون بیش از 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 تومانی خارج شده است. روزنامه جهان اقتصاد در این زمینه نوشت با حذف ارز ترجیحی 485 قلم کالا به نظر می رسد که موج جدیدی از گرانی در راه باشد. این روزنامه با استناد به اصالت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 12 هم پیشبینی کرده که با حذف 485 قلم کالا از فهرست دریافتی ارز ترجیحی 28500 تومانی به معنای افزایش 50% قیمت کالاهای اساسی خواهد بود. به گفته بسیاری از کارشناسان، حذف ارز ترجیحی این کالاهای اساسی بر تورم تولید کننده و به تبع آن بر تورم مصرف کننده اثر افزایشی می‌گذارد و در ماه‌های آینده زمانی که تولید کننده کالاها را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کند، سفره کارگران باز هم کوچکتر خواهد شد. پروتئین ها در سفره ها رنگ می بازند، حبوبات هم گران می شود و به عبارت دقیق تر سبد غذایی کارگران از مواد مغذی خالی خواهد شد. تورم ارثیه شوم عنوان گفتگوی روزنامه شرق با کارشناسان اقتصادی است از میراث دولت 13. تورم مزمن نیم قرن است پاشناشیل اقتصاد ایران محسوب می شود و دولت‌های مختلف نتوانستند آن را به صورت پایدار مهار کنند. ایران همواره یکی از 10 کشور جهان با بیشترین نرخ تورم بوده و بر اساس گزارشی که سال گذشته صندوق جهانی پول منتشر کرد، ایران در فهرست 20 کشور تورم خیز جهان در سال 2023 بوده است. این کشورها شامل زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سوریه، غنا، هایتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالدیو هستند که بالاترین نرخ تورم در سال گذشته داشتند. بر اساس تحلیل صندوق جهانی پول، نرخ تورم در اقتصادهای کمتر توسعه یافته تر بالاتر است، زیرا این کشورها اغلب فاقد یک سیستم باکفایت بانکی مرکزی هستند و این سیستم ناکافی و ناقص دست به دستکاری ارزش ارز برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت اقتصادی میزند. بنابراین نرخ بهره افزایشی دارد و در حالی که وضعیت عمومی اقتصادی ثابت میماند. در اقتصادهای توسعه یافته در بازارهای نوظهور نرخ تورم به صورت شدید نوسان ندارد. همچنین بر اساس گزارش صندوق جهانی پول، اکثر کشورهایی که پایین‌ترین نرخ تورم را نسبت به سال گذشته داشتند، عمدتاً تولید کنندگان نفت بودند که البته ایران استثنای این کشورهای نفتی بوده و حدود نیم قرن است که با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کند. روزنامه شرق در این زمینه به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشته تورم این ارثیه شوم و این میراث کهنه اقتصاد کشور حالا به دولت مسعود پزشکیان رسیده است.
روزنامه آسیا هم موانع روز افزون کسب و کارهای مستقل را بررسی کرده است. کسب و کارهایی که در همه این سالها سعی داشتند روی پای خود بیستند و از رانت و حمایت‌های دولتی بی بهره‌ای نبردند، در سالیان اخیر فشار مضاعفی را متحمل شدند، تا جایی که هر روز و هر سال موانع متعددی پیش پای فعالان اقتصادی قرار گرفته است. روزنامه آسیا در این باره به نقل از محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نوشت مهمترین موانع محیط کسب و کار از نظر اتاق‌های سگانی تعاون اصناف و بازرگانی ایران غیر قابل پیش بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف دولت در وضعیت اقتصادی است. به گفته محمد قاسمی، اقتصاد ایران وارث یک ساختار اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصاد با هم مرتبط است. 60 سال سیاست‌گذاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساختار معیوب در یک سال تغییر کند. او که در یک نشست فعالان اقتصادی با مسعود پزشکیان صحبت می‌کرد، مدعی شد که اگر دولت آینده تغییراتی در سیاست‌های دولت جای در حوزه بخش خصوصی رخ دهد، اوضاع این بخش بهبود پیدا خواهد کرد و گفت انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم. روزنامه بعدی روزنامه ابرار اقتصادی و نوشته دولتی ها از وام های بانکی سیرمانی ندارند. بخشی از وام های دریافتی شرکت های دولتی از شبکه بانکی تبدیل به بدهی های معوق و مشکوک الوصول شده است. ابرار اقتصادی نوشته بررسی جزئیات گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک ها به دستگاه های اجرایی نشان می دهد فقط دستگاه دولتی بدهی 198 هزار میلیارد تومانی به بانک ها دارد. این بدهی هم شامل اقساط سررسید شده و هم اقساط سررسید گذشته می شود. اما بخشی از وام دریافتی دولتی ها تبدیل به بدهی های معوق و مشکوک الوصول شده و ظاهرا هم امید دستگاه ها به یک بانک 100% دولتی است. و در ادامه کیوسک، روزهای 30 و 31 تیر ماه یادآور کوچ تاریخی مردم مریوان و اعلام حمایت سایر شهرهای کردستان از این اقدام مدنی و مدرن است. این کوچ تاریخی در خلال روزهای 30 و 31 تیر ماه 1358 همچنان به عنوان نماد مبارزه و مقاومت یک خلق سرشار از نکاتی برای یادگیری و تأمل و تحقیق است. زمستان سال 1979 مبارزه مردمان ایران علیه ظلم و ستم رژیم پادشاهی به اوج خود رسید و با فروپاشی نظام سلطنتی قیام مردم پیروز شد. خلق کرد که به شیوه مستمر علیه ستم نظام پادشاهی در مقاومت پیش قدم بود، خود را آماده می کرد که با نظام برآمده از انقلاب خلقهای ایران وارد تعامل و گفتگو شود و از این طریق حقوق طبیعی و انسانی خود را محقق گرداند. اما روند تاریخی در ایران به نحو دیگری رقم خورد. در اوضاع ملتهب آن روزگار نیروهای سیاسی دچار تشتت شدند و در فقدان برنامه جامع و دموکراتیک پیروان خمینی توانستند قدرت را قبضه کنند و سیستم سیاسی را پایه‌ریزی کنند که همه امیدهای مردم را به ناامیدی کشاند. شرق کردستان در آن زمان به مرکز تپنده جنبش دموکراتیک خلق کرد مورد هجوم نیروهای رژیم تازه به دوران رسیده خمینی قرار گرفت. در این بهبوه شهر مریوان متفاوتر از هر مکان دیگری بود. مریوان توجه همه آزادی خواهان ایران را به خود جلب کرد. با پیشگامی جوانان روشن فکر در این شهر روندی از جنبش مدنی، پویا و چپ شکل گرفت. این روند با هوشمندی فعالان بسیار سریع خود را متشکل کرد. درخواست‌های مردم را مدون کرد و برای تحقق حداقلی از حقوق ملی و انسانی کردها وارد عرصه سیاسی شد. مریوان شهری کوچک بود که ایستاری تاریخی را نمایندگی کرد. از آن زمان مریوان پیشگام مبارزه دموکراتیک در شرق کردستان و ایران است.
در حالی که در فضای کاوسگونی پس از فروپاشی رژیم سلطنتی خلق کرد به درستی سازماندهی نشده بود و امکان خوددفاعی مردم در کمترین سطح قرار داشت، مردم مریوان به رهبری کاک فواد راه دیگر را در پیش همگان نهادند. فواد مصطفی سلطانی به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه آزادی در شرق کردستان در زمان سالهای پیش از انقلاب خلخای ایران و بعدتر در قیام آزادی‌خواهانه شرق کردستان پس از انقلاب نقش بزرگی ایفا کرد. پیشگامی کاک فواد در آگاه کردن مردم برای مطالبه حقوقشان خود را در کوچه تاریخی مردم مریوان نشان داد. کاک فواد معتقد بود خلق کرد از طریق مبارزه مسلحانه به خواستهایش نمی‌رسد. در روزهای آغازین تابستان 58 کارشکنی‌ها و توطئه‌افکنی‌های زمامداران جدید ایران به اوج خود رسید. هرچند پیروان خمینی اسب اقتدار را زین نکرده بودند، اما در صدد اعمال خشونت علیه مردم کردستان بودند. در روزهای 30 و 31 تیر ماه 1358 خورشیدی، مردم مریوان به رهبری کاک فواد و دوستانش تصمیم به ترک شهر گرفتند و در منطقه کانی میران در خارج از شهر مریوان مستقر شدند. فعالیتی مدنی که تا 13 مرداد ادامه داشت. ایستار مردم مریوان در شهرها و روستاهای ایران و شرق کردستان موجی از امید را به راه انداخت. از شهرهای سنه، سقز و بانه مردم برای پشتیبانی از مردم مریوان به سوی این شهر راهپیمایی کردند. همچنین خلق بلوج و ترکمن صحرا از مریوان اعلام حمایت کردند. اما رویارویی مردم و جمهوری اسلامی از چه زمانی آغاز شد و چه دلیل داشت؟ نظام تازه قدرت گرفته ولایی به بهانه حفاظت امکان دولتی نیروی نظامی را به سوی شرق کردستان روانه کرده بود و در صدد اشغال دوباره کردستان بود. مردم کردستان به ویژه مریوان به هیچ عنوان از این اقدام راضی نبودند و می‌خواستند بر اساس ارادی خودمدیریتی شهرها و روستاها را اداره کنند، امری که پیشتر با بنیانگذاری شوراهای شهرها و روستاها آن را محقق کرده بودند. نمایندگان مردم و اقتدارگرایان مرکز چند بار به طور مفصل در این مورد گفتگو نشستند. مردم می‌خواستند نظامیانی که در چند نقطه مریوان مستقر شده بودند شهر را ترک کنند و شهر را به دست مردم بسپارند. رژیم تازه به اقتدار رسیده حاکم بر تهران با نیت اشغالگرانه این خواسته روا را قبول نمی‌کرد و در صدد آماده سازی برای حمله به مردم ناراضی بود. در مقابل مردم مریوان و احزاب و سازمان‌های مردمی این شهر اعلام کردند که اگر تا 30 تیر نظامیان شهر را ترک نکنند، مردم شهر را برای آنها به جا می‌گذارند، امری که به زودی به اجرا درآمد. این ابتکار عمل مردمی در ایران و شرق کردستان تأثیر بزرگ و رژیم را ناچار کرد، اگر تاکتیکی هم بوده باشد، تسلیم خواست مردم شود. کوچه تاریخی مردم مریوان با پشتیبانی متحدد مردم سایر شهرهای کردستان از این حرکت مدنی و مدرن نشان داد که اگر مردم متحد و صرفاً حول یک هدف واحد مبارزات را پیش ببرند، می توانند رژیم ایران را به زانو درآورند. ادامه کیوسک. متین یزدانی فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی در ایران اعلام کرد که به نوعی بیماری روی دچار شده است. او برای دوستانش که در شرایط نامطلوب زندان به سر میبرند ابراز نگرانی کرده است. متین یزدانی یکی از 12 فعال حقوق زنان است که در آستانه اولین سالگرد جان باختن ژینا امینی در گیلان بازداشت شد. دادگاه او را با اتهامهای سیاسی به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم کرد. او در پستی در شبکه اینستاگرام خود نوشته: امروز 30 تیر آخرین روز مرخصی درمانی من بود. به اجرای احکام مراجعه کردم، درخواست تمدید مرخصی درمانی داشتم که موافقت نشد. به من اعلام شد که با توجه به نظریه پزشکی قانونی، وضعیت ریم و درگیریم با بیماری سل به مدت 6 ماه توقف حکم صادر شده و پس از سپری کردن این دوره 6 ماه حکم من قابل اجراست. متین یزدانی با بیان اینکه سابقه هیچ گونه بیماری زمینی نداشته نوشته که طبق مدارک مورد تایید پزشک قانونی و حدس پزشکان
در شرایط نامطلوب بهداشتی در دوران بازداشت در مواجهه با میکروب سر قرار گرفته و بخشی از ریه او دچار اتلکاتیزی شده است. او نوشته درمان را تحت نظر پزشک متخصص شروع کرده و هنوز باور دارد که باید نه گفت، هر به آنچه که دشمن زندگی اوست. متین یزدانی می‌افزاید زندانیان زیادی از جمله رفقایی هم دوران محکومیت خود را در زندان در شرایط نامطلوب می‌گذرانند و من نگران سلامتی تک تکشان هستم. این فعال حقوق زنان در حالی از بیماری خود در دوران بازداشت خبر داده که تعداد بسیاری از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی از بیماری‌های مشهور خود در دوران زندان خبر داده‌اند. شبکه شرق در گزارشی با عنوان باکو به دختران ایران ویزا نداد نوشته تیم بسکتبال سه نفری زنان ایران تازه ترین تیم ورزشکارانی هستند که اسیر پدیده صادر نشدن ویزا شدند. این گزارش شبکه شرق به تکرار این پدیده جلب توجه کرده و به عدم صدور ویزا برای اعضای تیم‌های ملی کاراته و والیبال نشسته ایران به مراکش و هلند در ماه‌های اخیر اشاره می‌کند. شرق نوشته همه این موارد به کنار، شاید این روزها کمتر کسی تصور میکرد که کشوری همچون جمهوری آذربایجان که به تازگی به تنشایش با ایران پایان داده به فهرست کشورهای اضافه شود که حاضر نیستند به ورزشکاران ایرانی ویزا دهند. روزنامه شرق عدم صدور ویزا برای زنان ورزشکار ایران جهت شرکت در مسابقات بسکتبال که جمهوری آذربایجان میزبان آن است را جای بحث عنوان کرده و به این اقدام علی‌رغم بازگشایی سفارت آذربایجان در تهران جلب توجه می‌کند. این گزارش با شرح اختلافاتی که میان تهران و باکو در سال‌های اخیر رخ داده به اظهارات مثبت مقامات آذربایجان در مورد حل اختلافات اشاره کرده و نوشته مرور همین اظهارات حالا بسیاری را انگشت به دهان گذاشته که چطور کشوری که همچون جمهوری آذربایجان که به تازگی رابطه سیاسیش را با ایران تقویت کرده و از استحکام برادری حرف زده حاضر نشده به ورزشکاران ایرانی ویزا بدهد. شبکه شرق با تهیه فهرست کشورهایی که در سالهای اخیر حاضر به صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی نشدند نوشته تعداد این کشورها در حالی فزونی پیدا کرده که مسئولان ایرانی تا به الان چندان واکنشی به آن نداشتند. این مورد به خوبی و برای چندمین بار ضعف دیپلماسی دستگاه ورزشی و مسئولان زیرب در این زمینه را برجسته می کند. مقامات بهداشتی ایران از فوت یک بیمار مبتلا به تب دنگی و انتقال آن به بندر لنگی خبر دادند. دکتر شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران دیروز به رسانه‌ها گفت در حال حاضر انتقال بیماری تب دنگی در شهر بندر لنگی استان هرمزگان وجود دارد. او گفته از 151 مورد ابتلا به بیماری تب دنگی در ایران گزارش شده که طی آن یک نفر جان خود را از دست داده است. فرد فوت شده بیش از 80 سال سن داشت و در امارت به این بیماری مبتلا شده بود. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا شهنام عرشی اعلام کرده در حال حاضر پشه آیدس چه آلوده و چه غیر آلوده در شهرهای تهران، مشهد، قم و قزوین که بیماری ها در آن شناسایی شده سید نشده، اما این احتمال وجود دارد که پشه در آینده در برخی نقاط کشور وجود داشته باشد. عرشی خبر ورود تب دنگی به تهران را تکذیب کرد و افزود فقط حدود یک ماه پیش بیماری تب دنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بهشتی و ایران شناسایی شد، اما این موضوع به معنی ابتلا به تب دنگی در شهر تهران نیست و مورد شناسایی شده جزو موارد وارداتی است. دکتر عرشی میگوید پشه آیدس به ویژه نوع ایجیپتی علاقه زیادی به خونخواری از انسان دارد و اگر شرایط مساعد باشد هر یک ساعت خونخواری کرده و در طول 24 ساعت تعداد زیادی را مبتلا به بیماری میکند و همین مسئله عامل همه‌گیری انفجاری این بیماری است. به گفته عرشی پشه آیدس نهایتاً تا یک ماه زنده میماند و هر پشه میتواند تا 10 نفر را در روز گاز بزند. این مقام وزارت بهداشت در این حال با تاکید بر اینکه پشه آیدس به لباس‌های تیره و کدر جذب می‌شود
به مردم توصیه کرده که از لباس‌های آستین بلند و رنگ‌های شاد استفاده کنند و با استفاده از کرم‌های ضد گزش حشره به صورت طبیعی یا شیمیایی جلوی ابتلا به بیماری را بگیرند. بحران آب و خشکسالی در ایران استانهای مرکزی این کشور را با خطر عدم زیست پذیری روبرو کرده است. سایت انتخاب به نقل از کارشناسان محیط زیست درباره بحران شدید آب و فاجعه محیط زیستی در ایران نوشت استانهای میانی از جمله اصفهان، مرکزی تهران و یزد دچار بحران آبی شدید هستند و به سوی شرایطی می روند که در آن زیست پذیری ممکن نیست. محمد درویش کارشناس محیط زیست در این زمینه با اشاره به افزایش ناترازی آبخانهای ایران و گسترش خشکی سطح خاک و نابودی پوشش‌های گیاهی گفت در مرکز ایران از جمله اصفهان، یزد، مرکزی، سمنان، تهران، البرز و قزوین با مجموعی از صنایع آببر، انرژی بر روبرو هستیم که تجمع بزرگی از آلایندگی را به ارمغان می‌آورند و چشمانداز ایران مرکزی را پرغبارتر می‌کنند. محمد درویش در گفتگو با سایت انتخاب ضمن انتقاد از سیاست‌های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی و تجمع صنایع آببر در مناطق خشک و کم آب ایران افزود نباید تمام راه‌ها برای تولید پول به سمت تاراج آب ختم شود. هنر حکومت این است که کسب و کارهایی تعریف کند که یاتشان در آلودگی هوا و آب نباشد. پایگاه داده‌های باز ایران اسفند 1402 هم در مورد وضعیت آب‌های زیرزمینی ایران گزارش داد که استانهای فارس، اصفهان و کرمان در صدر استانهایی با بیشترین تعداد چاهای عمیق قرار دارند، به گونه‌ای که یک سوم کل چاهای عمیق ایران در این سه استان واقع شده‌اند. بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقد هستند وضعیت سفره‌های آب‌های زیرزمینی ایران به حدی از بحران رسیده که دیگر غیر قابل جبران است. نمایندگان سیاسی و مدنی کردها در باکور با برگزاری تجمعاتی خانه توقف عملیات نظامی ترکیه و پایین همکاری حزب دموکرات کردستان با نیروهای اشغالگر شدند. این تجمع از جمله در شهرهای حزق در استان شرنخ از سوی نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلقها، مادران صلح و جنبش زنان آزاد برگزار شد. آنها بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود نه به جنگ و اشغالگری و خیانت. تجمع کنندگان شعار می‌دادند نه به جنگ، همین حالا صلح. عدنان بل رئیس مشترک شعبه دمپارتی در حزق در سخنرانی خود گفت دولت ائتلافی ترکیه که در چند سال گذشته به عملیات نسل کشی کردها ادامه داده است نقش پیمانکار ناتو را بر عهده گرفته و سیاست‌های جنگی آن را در خاورمیانه دنبال می‌کند. او گفت تهاجم نظامی برای الحاق جنوب کردستان بزرگترین مانع در راه حل دموکراتیک مسئله کردستان به طور کلی است. این حملات محصول رویای نو عثمانی است که شامل موصل و کرکوک می‌شود. عدنان بل در عین حال به همکاری نیروهای حزب دموکرات کردستان با ارتش ترکیه اشاره کرد و گفت که این حزب زمین‌های جنوب کردستان که به قیمت‌های گزاف به دست آمده بودند را به خاطر منافع کوچک هدر داده و درهای آن را بر نیروهای اشغالگر گشودند. نوروز اویسال نماینده استان شرنق در پارلمان ترکیه نیز هجوم به اقلیم فدرال کردستان را طرحی برای الحاق آن به ترکیه خواند و گفت هدف حملات ترکیه به رژاوا نیز همین است. اویسال گفت امروز کسانی که خود را کرد و حاکمان کردها معرفی می کنند با کسانی که می خواهند کردستان را اشغال کنند همکاری می کنند. آن سرزمین ها به جای اینکه خانه کردها باشد امروز به محل خیانت تبدیل شده است. ما بارها خواستار اتحاد کردها شدیم، اما کسانی که ندای ما را بی پاسخ گذاشتند و به فکر منافع خانوادگی و قبیله خود بودند کردستان را به مرکز کشتار و جنگ تبدیل کردند. نماینده دمپارتی کسانی که با حکومت ترکیه در این جنگ همکاری میکنن را به عدم درس گرفتن از تاریخ متهم کرد و گفت ما این خیانت را قبول نداریم.
در پی حمله پهبادی حوثی‌ها به تل‌آویو، جنگنده‌های اسرائیل اهدافی در بندر حدید یمن را بمباران کردند. این حمله هوایی روز پس از آن صورت گرفت که حوثی‌ها تحت حمایت ایران در یمن مسئولیت حمله پهبادی به تل‌آویو را بر عهده گرفتند. این حمله موجب تخریب یک ساختمان شد و چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. جنگنده‌های اسرائیل در پاسخ به این حمله دیروز مواضع حوثی‌ها در بندر حدید در غرب یمن را بمباران کردند. حوثی‌ها با صدور بیانیه گفتند که هدف عمده آنها تأسیسات نفتی بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدعی شده آنها بندری را هدف گرفتند که از آن برای واردات محموله‌های سلاح از ایران استفاده می‌شد. خبرگزاری العربیه می‌گوید این حملات با مشارکت آمریکا و بریتانیا صورت گرفته و 12 جنگنده پیشرفته اسرائیلی به همراه جنگنده‌های متعدین تأسیسات پالایش نفت در بندر حدید را بمباران کردند. گفته می شود که در حملات دیشب به یمن دست کم 17 تن کشته شدند. این نخستین حمله اسرائیل علیه حوثی‌های یمن در خاک این کشور محسوب می شود. حوثی‌ها به دنبال آغاز جنگ در غزه سلسله عملیاتی علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ انجام داده بودند، اما دو روز پیش اولین حمله مستقیم خود به اسرائیل را انجام دادند. و اکنون جهانزیب بلوچ از مرکز خبر آریان نگاهی بیندازد به عناوین خبر و گزارش های امروز. جهانزیب خسته نباشید، چه خبر؟ درود بر شما آرام و بینندگان تلویزیون آریان. بله، خبرهایی که امروز ما در مرکز خبر در حال تهیه و کار روی موضوع هستیم، اول از همه در رابطه با انزوا در امرالی است که به هر حال خیلی مدت طولانی است که از وضعیت رهبر آپو در زندان امرالی خبری به دست نیومده و بسیاری از به هر حال آزادی خواهان در سراسر دنیا در این رابطه اظهار نظر کردن. ما آخرین خبر ها و آخرین به هر حال صحبت ها و گفته هایی که در این رابطه مطرح میشه در حال تهیه این موضوع هستیم که به هر حال اطلاع رسانی بکنیم. همچنین همونطور که میدونید از ته روزهای اخیر آزادی خواهان در اروپا در رابطه با انزوا در امرالی راهپیمایی هایی را در شهرهای مختلف آغاز کردند که ما آخرین جزئیات این راهپیمایی ها را هم به هر حال اعلام خواهیم کرد. امروز سالگرد حمله شیمیایی به روستای زرده در دالاوو است که ما در این رابطه نیز گزارشی آماده خواهیم کرد. این حمله همونطور که میدونید یک روز پس از اون قطعنامه آتش بس میان ایران و عراق بوده که برای جنگنده های ارتش عراق بعد از آتش بس این حمله شیمیایی را انجام دادن که منجر به کشته شدن ده ها نفر از شهروندان کرد در این منطقه شده. در رابطه با اعتراضات بازنشستگان در ایران، امروز بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان تجمع کردند. در برال ما انتظار داریم در ساعت آینده فیلم ها، اخبار و برال آمار بیشتری به دستمون بیاد که بازنشستگان در چه شهرهایی و دقیقا کجا تجمع کردند و تا اینجا فقط ما از اصفهان ویدیوهایی دریافت کردیم. در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و شرق کردستان، در ما آخرین اخبار نقض حقوق بشر رو پوشش خواهیم داد. تا این لحظه چندین نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند، از جمله دو شهروند بلوچ که امروز صبح در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند. همچنین در رابطه با کمپین نه به اعدام آری به حیات آزادم اطلاع رسانی خواهیم کرد. به این کمپین از سوی جامعه زنان آزاد شرق کردستان رو اندازی شده و در اروپا هم فعالان و آزادی خواهان در شهرهای مختلف در این رابطه برال اظهاراتی مطرح کردن که ما اونا رو پوشش خواهیم داد. در رابطه با اشغالگری در جنوب کردستان که ارتش ترکیه به هر حال در حال اعزام نیرو است و اقدامات اشغالگرانه خودش گسترش داده در اون منطقه، ما اطلاع رسانی بیشتری خواهیم کرد. ما الان برای چندین روزه آریان تیوی داره و اطلاع رسانی میکنه در این رابطه و ما سعی میکنیم امروز هم آخرین جزئیات اقدامات اشغالگرانه ارتش ترکیه در جنوب کردستان رو پوشش بدیم.
بل در خود ایران هم خود شما هم چندین خبر اعلام کردین در رابطه با بحران آب و برال مشکلاتی که در ایران وجود داره و در کنار این مشکلات ما خودکشی ها در ایران مخصوصا خودکشی کودکان هم افزایش یافته و برال آمار روز به روز داره بیشتر میشه. ما در رابطه با خودکشی کودکان یه گزارش داریم. در کنار اون به موضوعاتی که شما هم اشاره کردین به بحران آب در ایران، به کمبود معلم و مسائل مختلفی که در ایران روز به روز به شدت این بحران داره اضافه میشه، ما اینا رو پوشش خواهیم داد. و موضوعی که شما به عنوان خبر آخر که مطرح کردین قبل از اینکه من بیام در رابطه با حمله اسرائیل به مواضع اوسیا در یمن بوده که این موضوع به هر حال لحظه به لحظه تحولات داره به سمتی میره که تنش ها بیشتر بشه. همونطور که شما هم در خبرتون اشاره کردین ارتش اسرائیل حمله کرده بود به مواضع اوسیا در بندر اودده و امروز صبح هم ارتش اسرائیل به انبار مهمات حزب الله لبنان حمله کرد و انتظار میره که تنش ها بیشتر بشه. اوسیا هم امروز صبح یک حمله موشکی به طرف اسرائیل انجام دادن که ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که موشکشون رو منعدم کرده. بله جهان زیبا تا به این که گفتن این بندری که مورد حمله قرار گرفته محل نقل و انتقالات سلاح از ایران بوده، گویا ایران در این رابطه واکنش نشان داده، در این رابطه جزئیاتی است؟ بله امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در رابطه با این موضوع صحبت کرد. آقای کنعانی محکوم کرد حمله اسرائیل به یمن، اما در رابطه با این که ایران آیا مثلا سلاح ارسال میکنه به یمن یا نه در رابطه با این موضوع اظهار نظر نکرد. اما ارسال سلاح از ایران برای اوسیا در یمن موضوعی بود که شاید در امان مثلا سالهای اولیه که این موضوع شروع شد ایران میتونست در سال اول مثلا پنهان کاری بکنه یا تکذیب بکنه، اما الان سال هاست که همه دنیا برال متوجه شدن که ایران داره سلاح ارسال میکنه و ایران هم حضور خودش غیر مستقیم تقریبا برال تایید کرده و اما ارسال سلاح را هیچ وقت علنی توضیح نداده، اما برال پاسدارایی بودن که در زمان جنگ عربستان و اوسیای یمن کشته شدن در خاک یمن. ایران خودش در یک زمانی اعلام کرده بود که 70 نفر از مستشاران نظامی ایران در یمن کشته شدن توسط ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. خب این مستشاران در کنار اوسیای یمن چه کار میکردن؟ همشون متخصص برنامه موشکی و پهپادی بودن و این نشون میده که ایران به هر حال اونجا حضور فیزیکی داره، اما آقای کنعانی اشاره نکرد به این موضوع که آیا سلاح ارسال میکنند یا خیر. فقط من یه نکته در رابطه با بندر اودده بگم، بندر اودده به هر حال در کنار تنگه عدن است و اونجا به هر حال تنگه باز میشه به طرف اقیانوس و ایران از طریق لنجای ماهیگیری که از سواحل جنوب و جنوب شرق مخصوصا از بلوچستان حرکت میکنن و به طریق لنجای شخصی این سلاح را ارسال میکنه و طی سالهای اخیر بارها برای لنجای شخصی که متعلق به ماهیگیران بلوچستان و هرمزگان یا بوشهر بودن اونجا برای از سوی ارتش عربستان یا ارتش آمریکا برای دستگیر شدند که سلاح و مواد مخدر برای اوسیا حمله میکردن. بله با تشکر از تو جان زیب بلوچ از مرکز خبر آریه. متشکرم. و در اینجا به پایان کیوسک امروز رسیدیم. از اینکه تا پایین همراه ما بودید سپاسگزارم. اوقات خوبی را براتون آرزو می‌کنم.